چه کار می بکنیم پدر جان؟ اگه خود اول معرفی هم بسم الله الرحمن الرحیم. اسم حاجی خواجه گلاب، یکی از باشندگان قریه شریف آباد، شخص کشاورزی و میخوام راجع به کشاورزی خودش صحبت بسیار عالی. و می بلی که دست شما هستی رو میخوین از بل چی بکنه؟ ما همین دهنه رو اوروا کنم که ببرم برای باخ. بسیار عالی. خوب ببینیم چه بل میزنیم. خوب عمر خورم بل زدیم بابا دیغانو دیگه هیچ مدا مقصد و هدف ما که از نو که همی بیل نو نحلا را فکیزی پیدا کنم و شی فامیل خور بکنم. دیگه از شما هم تشکر میکنم که با ما مردم غریب و دور افتاده همچی همکاری کردیم و بیامده مغربی ما که از ما ای که اینجی هست بدارم ای به نام کشوه که خود ما تیار کردیم، شخص راجی خوبی سریم برای خدا تیار کرده برای نفع همی جامعه و این مردم. میگن کشاورزی میگن بله که اول ما میتونیم توسط مار کنیم به زمینا دیگه ببریم، با هر وقت خواستیم این دهنات بسته کنیم با اوا کنیم برای تریس. اگر این نباشه بس نمیشه. اگر نباشه مگر با گیل بسته کنیم بسیار به زحمت. خب این خوب است و مشکل به ما تمام میشه. مگر پیغام دستا ما یخ کنه تاشم تاجو از جو گیل بالا کنیم بسته کنیم. حال یک از بسیار راحت این سهولت. من ایر هر چیکاش کردم نشد. چطور برای ما راحت چون حساب بلند یک تاکتیک داره چم داره چم تو تو میکنیم بالا میکنیم. میبینیم با هم بینندگان عزیز که کشاور چگونه باز میکنن. بله بله تاکتیک خود داشته. من مستقیم میره بالا کش کردم اما خب میبینین که آب جریان پیدا کرد و بهتر. خب این باب که این جریان پیدا کرد باز کجا میره؟ از این میره به طرف باغ و باغچه ها ما میره. از این باغ آبیاری میکنیم. باغ را آبیاری میکنیم بله. باغ ها به اشاره باغ شد. باغ هم در منطقه شما طوری که معلوم میشه شما هم باغ دارین و بیشتر دوستگی ما هم گفتن چی میوه ها و چی درخت های معمولا به شریف آباد هست و چی محصول شیلی دیگه میوه که در دنیا میشه کشاورزی هم قبل جو، گندم، کنجد، ماش، زغیر، شهر هر چی کشتی که به افغانستان تخمی که پیدا میشه غیر از شیلی. این چون همین باد کس مردم 120 روز میگه ما 360 روز باد داریم همین دیگه نمیشه. تصویرم بیانگر این واسه هست. خب من اگر این چی بکنم باز چیکار بسته میکنه؟ خب میره فکر کنم که چند وقتی باید تمرین بکنم. بسته کردم بله دقیقا. خب بله بله صحبت میکنیم باز هم با جناب خواجه صاحب. اگر صحبت بکنیم که جناب خواجه صاحب که زراعت شما آیا میکانیزه شده یا نه همون بارت ابتدایی هست؟ زراعت مثلا فعلا در حتی ولایات هم جوار ما مثلا در ولایت فرا اگه اشاره بکنیم خیلی از مناطق از اونا زراعت میکانیزه دارن، پیشرفته زراعت میکنن. آیا شما هم دارین یا نه؟ ما یک زمینی به اجاره دادیم برای حاج آقا صاحب ضیاجان. او میتونه کشاورزی خوب بکنه چون بودی داره. ما سرمایه نداریم، همو نه کود کیمیایی داریم نه تخم بذری داریم و نه هم کسی به ما تاره از طرف دولت همی کمک کرده که ما هم بهمی از این کمک مستفید شیم. فلحاظ همو تر و خوش که خود ما خدا وسته میکاریم. اگر تا چهارتا کسی کود به ما به قرض پیدا شد یا ترکتول به ما به قرض کار کرد خب نکردم تو پخلکشو میکنیم زمین میکنیم شاخ میکاریم و کیو هر میذاریم. یک اوقدر استفاده نداریم ما نسبت به دیگه مردم که انا آقا صاحب اسماعیل هستم اینجا از طرف آقا زیاجان نماینده هم کشت میکنم. همین پارسال از زمین ها ما 200 لک گناه زعفران فروختم و زمین هایی که ما بدون ها به اجاره دادیم 700 خروار هم جو گندم رسیم. ما نه همینطور به او دهر نمی کنیم چون بودیجی رو نداریم، توانایی از این نداریم متکنیم. فلاز از دولت خود تقاضا داریم که بیشتر جدی ناس همه هر چی کار میکنه سر صنعت بکنه و سر زراعت بیشتر سر زراعت بکنه. از اینکه مار به سیاست ها کش میکنه به ما زراعت بده که ما خودکفا شیم که احتیاج به دست بیگانه نباشیم از خارج ما دو منگندم یا برنج یا جو به ما نایه. و یک مشکل مهمی که ما داریم حساب مالداری خود داریم که بیخی به سی قرار داریم مالا ما را به موتا سبستا خور میچنیم مالا ما گوشنگی چه بدبختیم. او نداریم منمی او که از این عجوی میمیزه که زمینه از ما نه که او نداریم. ما همیشه خدای متعال از آسمان باران میداد به میرود او میامد. امسال باران هم نشد او نمونم کشتا ما معلومه که هم هست بدون او به امید خدا شیشتیم دیگه خلاص. خب اگر اشاره بکنیم که بیشتر شما در مورد محصولات هم صحبت کردین، گندم چگونه است؟ گندم که یکی از نیازهای اولیه بشری هر انسان ضرورت داره برای بحث نان، آیا گندمی که شما در این دارین ضمن که باید حتما غریر خود کفا بکنه برای فروش هم گندم دارین؟ اگر همی گفتم پاتم بیشتر عرض مهم بود که اگر همی به این رود دانشار او بیایه ما گندم وافری داریم که از صرفی خود ما زیاد میشه میفروشیم دیاغین بخریا کس از شهر
شهر میای میخره او کفایت خود ما رام میکنه از ما زیادی همیشه اگر می او نماد خود ما مگر بخره. بله امیدواریم که انشالله مسئولین هم در این قسمت باز هم توجه داشته باشن. بحث زراعت نکته هست که امروز تمام تولیدات که از خارجات هست اینا حتما بعد از اینکه بالاخره تهیه و پروسس اینها میشه میای به سطح شهر و عرضه میشه و تمام شهروندان از استفاده میکنن. هرگاه ما زراعتی داشته باشین که مکانیزه باشه و پیشرفته باشه و بتونین ما از او به نحو احسن استفاده بکنین، نیازی به تولیدات خارجی نداریم، نیازی به وارد کردن مواد از کشورهای دیگه ندارین و میتونین به نوعی زمینی کار به زراعت بشه ما هم مساعد بشه، اینا به شهرها نیاین، حجم و تراکم نفوس مردم به شهر نشه و یک زراعت خوب داشته باشیم. به امید این که توجه بیشتر در این زمینه ریاست محترم زراعت و مدیریت محترم زراعت ولسوالی زندهجان داشته باشند.